ارائه یک گزارش تحقیقی در کلوپ ملی خبرنگاران در واشنگتن. دولت مالکی مرتکب جنایت علیه بشریت در اشرف شده است. باراک اوباما از کسی در کاخ سفید پذیرایی می کند که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. در جلسه‌ای در محل کلوپ ملی خبرنگاران، یک سازمان غیر دولتی یک گزارش مستقل از قتل عام 52 پناهجو و ربودن 7 پناهجو در کمپ اشرف عراق در اول سپتامبر 2013 منتشر کرد. جرد گنرز، وکیل حقوق بشر و نویسنده اصلی این گزارش، گفت گزارش ما یک نتیجه گیری روشن و ساده ارائه می کند. رئیس جمهور اوباما به مردی در کاخ سفید خوش آمد می گوید که مسئول ارتکاب جنایات علیه بشریت در عراق در 2 ماه پیش می باشد. President Obama is welcoming to the White House a man who is responsible for the commission of crimes against humanity in Iraq just 2 months ago. او افزود کافی نیست که سازمان ملل و ایالات متحده این حمله را محکوم کنند. باید صراحتاً به دخالت دولت عراق اذعان کنند. به خاطر اتفاقی که افتاده است آن را مورد مؤاخذه قرار دهند و بلادرنگ دست به اقدام برای حفاظت 3000 مخالف ایرانی باقی مانده در کمپ لیبرتی در عراق بزنند. این گزارش بر مبنای مصاحبه با 42 نفر که در اشرف جان به در بردند، مشاهده شواهد در عکس‌ها، ویدئو، استفاده از تکنیک نقشه‌برداری گوگل برای تایید محل‌های ساختمان‌های کلیدی و استقرار گارد عراقی برای بررسی گزارش‌های خبری مستقل و مشاوره با 3 فرمانده نظامی آمریکایی در کمپ اشرف که کمک خود را ارائه داده‌اند تهیه شده است. The facts here were gathered from individual interviews with all 42 survivors of the massacre, reports from credible news organizations, video evidence gathered from the residents, including from many of those that were actually murdered and who were courageously filming the unfolding events before being killed and whose mobile phones were actually found in their hands on their dead bodies, and consultations with 3 former U.S. military commanders at Camp Ashraf, including Colonel Campbell. Pershing Strategies also contacted the Iraqi ambassador to the United States and to obtain and understand views of the Iraqi government. And unfortunately, we never received a response to that request for further information. The victims of the massacre were members of the PMOI, the People's Mujahideen Organization of Iran. 2 تن از فرماندهان نظامی آمریکا در کمپ اشرف، دیوید فلیپس و سرهنگ وسلی مارتین، در این گزارش یادآوری می‌کنند. این حمله به کمپ اشرف بدون حمایت نیروهای دولت عراق که در کمپ اشرف مستقر بود نمیتوانست صورت بگیرد. این گزارش علاوه بر این تایید میکند که حمله توسط نیروهای ویژه که برای این منظور وارد شده بودند انجام گرفته است. سرهنگ توماس کنتفل، یکی دیگر از فرماندهان نظامی ارتش آمریکا در کمپ اشرف که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت داشت، یادآور شد که ساکنان توسط همان سربازانی که ما به آنها آموزش دادیم و ما به آنها مسئولیت حفاظت کمپ را محول کردیم کشتار شدند. این گزارش این اقدامات را توصیه می کند. 1. آزادسازی 7 گروگان توسط دولت عراق. 2. حضور دائمی و 24 ساعته یونامی در 7 روز هفته در کمپ لیبرتی همان گونه که قبلاً به ساکنان وعده داده شده بود. 3. سازمان ملل یک تحقیقات مستقل و بیطرفانه در اتفاقی که افتاده است آغاز کند. 4. استفاده از اهرم آمریکا، از جمله تهدید به جلوگیری از فروش تسلیحات به عراق برای تأمین امنیت ساکنان. 5. کمیساریای عالی پناهندگان از طریق تعیین گروهی موقعیت پناهندگی بازسکان آنها را تسلیح کند و آمریکا با توجه به تعهد قانونی قبلی تعداد زیادی از ساکنان را برای بازسکان بپذیرد تا سلامتی و امنیت آنها را تضمین کند. واشنگتن تایمز، اول نوامبر 2013. رئیس جمهور اوباما: تا
زمانی که آزادی 7 گروگان ایرانی که 6 تن از آنان زن هستند و توسط نیروهای عراقی رو بوده شده اند محقق نشده، به مالکی سلاح و کمک ندهید. نوری مالکی دست نشانده رژیم تهران است. نیروهای عراقی به مخالفان ایرانی مجروح در کلینیک اشرف شلیک کرده و آنها را کشتند. 62 روز از اعتصاب غذا گذشته است. صدها تن 62 روز است در اعتصاب غذا به سر می‌برند و خواهان آزادی این گروگان‌ها هستند. مالکی یک قاتل و گروگانگیر است. در یک نامه مشترک سناتورها از رئیس جمهور اوباما خواستند به مالکی بگوید رابطه اش را با رژیم ایران قطع کند و حمله به ساکنان را متوقف سازد. این نامه به رئیس جمهور اوباما از سوی سناتورها جان مکین، کارل لوین، جیمز اینهام، رابرت منلی، باب کوکر و لینزی گراهام امضا شده است. 45 نماینده کنگره نیز خواهان عدم فروش سلاح به عراق تا آزادی این گروگان‌ها هستند.